و ما واقعا باید فرصت نتیم دشمنای ما، دشمنای مشترک منطقه، دشمنای مشترک کشور یا تو کشور از موقع استفاده بکنم، ما را خدای نکرده در برابر هم قرار داد. این همکاری هایی که مثل امروز آغاز شده، ای اگر عملی شود و همچنان بیشتر و گسترده تر شود، واقعا دشمنای ما مایوس خواهد شدن و نخواهد پانستن خواب خیال خود را ایجا پیاده بزنند. از رهبری جمهوری محترم اسلامی ایران قدردانی میکنیم و اقدامشان را که با ما در این راستا همکار هستند نیت خوب، اخلاص و دیانت میشماریم. از این طرف هم اطمینان میدیم که افغانستان هم تشنه برادر خوب و همسایه خوب هست. خدا کنه که مسائل خرد و ریزه هرگز نتوانه ما و شما را از هم دور بسازه. افغانستان په اوس مهال کې 1.6 کیلومتر فعاله د وسپنې پټلۍ کرښه لري. د افغانستان د وسپنې پټلۍ پروژو کې په زرګونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټمن کیږي، او په مستقیمه توګه حدودا د 2000 کسان په دې کې په کار باندې مصروف. خط آهن هرات خواف، بزرگترین خط آهن افغانستان که آسیا و اروپا رو با هم وصل می کند. باید گفت خط آهن هرات خواف که خواف ایران را به ولایت هرات در غرب افغانستان وصل می کند، یکی از بزرگترین خط آهن در سطح کشور است. این خط آهن 226 کیلومتر طول دارد که 77 کیلومتر آن در ایران و مابقی آن در خاک افغانستان می باشد. این خط آهن بزرگ در 4 بخش ساخته شده است که در 2 بخش آن مربوط به افغانستان و 2 بخش دیگر آن در خاک ایران وجود دارد. خط آهن هرات خواف در خاک افغانستان در سال 1395 آغاز شد و اولین محموله تجاری به صورت آزمایشی در سال 1399 به وسیله قطار از ایران بارگیری و وارد خاک افغانستان شد و در همان سال این خط آهن به گونه رسمی میان دو کشور افغانستان و ایران افتتاح گردید. البته پیش بینی می شود که قرار است این خط آهن سالانه 6 میلیون تن بار و 1 میلیون مسافر را جابجا کند. اما سوال اینجاست که این خط آهن دارای چه اهمیت اقتصادی در سطح کشور و منطقه می باشد؟ گفته می شود این پروژه در خاک افغانستان و همین گونه در سطح منطقه می تواند به مراتب زمانی هرات را به یک بخش بزرگ تجاری تبدیل کند. این مسیر ریلی قطعی از مسیر راهگذر بین المللی شرق به غرب است و چین را از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران به سمت ترکیه و اروپا متصل می کند و در کاهش هزینه های صادرات و باربری کالاهای چینی به اروپا نیز نقش مهم دارد. در پهلوی از این، گسترش این خط آهن همچنان میتواند هرات را دروازه ورودی ایران به آسیای مرکزی تبدیل کند. گفته می شود قطعه 4 این خط آهن در شهرک صنعتی هرات گسترش یافته است. شهرک صنعتی هرات در گذره این ولایت موقعیت دارد که یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی در سطح افغانستان است و در آن زیادتر از 300 کارخانه تولید موقعیت دارد.
همچنان میتوان گفت با گسترش این خط آهن صادرات افغانستان میتواند به بسیاری از کشورهای اروپایی برسد و سالانه میلیون ها دلار درآمد ایجاد کند. السلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستی برادر؟ خسته نباشین. زنده باشی، بخیر باشی. خدا معرفی کنه، نامتون چی هست، اینجا چی میکردی؟ رحمت الله سمیجا دک شادرونه میلان چستون کار میکنه. چگونه است کاروبار؟ والا وضعیت کاروبار خوب نیست. اصلا سابق کاری نیست؟ نه نیست، وضعیت کاروبار خراب است. سواری کم است. باش کردین یا نه؟ بله. یکم جنجال تو زیادتر است. آه زیادتر است دیگه، مسئولیت پذیر خانه خودم هستیم دیگه. یا خدا مهربان است. بخیر باشی. زندگی که پیش میرم این کلان گپ است که جور است و صحتمند است. آه خوب است، شکر، زنده باشی. این مبارک باشه، کار این سرک 100% تکمیل شد. چقدر خوب شد؟ والا بسیار زیاد خوب شد، رابندان نمیشه، خاکباد نمیشه، بسیار خوش هستیم از سرک، خوب شد، جور شد. سابق چگونه بود حالت این سرک؟ حالا سابق بسیار خراب بود وضعیت از این سرک، خاکباد بود، رابندان میشد، حال خوب است، رابندان هم نیست، خاکباد هم نمیشه، حال خوب است، شکر. باورت میشه یک روزی رقم سرک جور شد؟ والا باور خو نداشتیم که سرک تو جور شد، مگه ما شکر جور شد. باورت میشه؟ حال جور شد، خوب شد. بیشترش باز کنم طرف میره؟ ایسی سخون برجه میره، ایسی باز دیداناز دارلمان ایسی میره باز. تنها همی قسمت مانده بود که باید جور شد؟ همی قسمت مانده بود. باز خوب است، دو سرک است؟ آه دو سرکش بسیار خوب شده. آله بیا خدا مهربان است که همی کاروبار هم یک کمی بیشتر شد و تندارای ما از همین آیا شکایت داره. آه و زنده باشه، خدا مهربان است. مکتب خلاص کردیم؟ نه نه، مکتب نخوندیم. چرا؟ خب باز دیگه اقتصاد ضعیف بود، نشد. یا مساعد نشد وقتی؟ نه مساعد هم نشد دیگه اقتصاد. حالا ما جوان است، چند سال است؟ یک 25 27 نه این چیزا. بیا خدا مهربان است، بخیر باشی، انشالله که کاروبارا خوب شوم. زنده باشی. چی پیام داریم؟ باز پیام خاص نداره. بخیر باشه. بخیر باشه خدا. السلام علیکم. سلام سلام برادر. خیر خیرات، بخیر هستی؟ بخیر و سلامت باشین. میشه خدا معرفی کنین نامتون چیه؟ عبدالبصیر از چلستون هستم، رکشا دارم دمیلای. چلستون چی است؟ صدوزای. قربانت. رکشا از خودتون است؟ والا اینه میگه کرایش تک وی اندی والا معلوم است اکرو 100 روپیه کا میره اجاره گرفتین. مای 3000. مای 3000. بسکارا خوب است. خدا را شکر دگم پیسه یک نانمون میبره دگه، یک 20 هزار قرضدار شده ما صاحبش. 20 هزار جان و روز صدر په. چند ما را پیسه چه ندادی دگه؟ والا راست پرسان کنی یک 6 7 ما را ندادیم. 20 هزار شده. آه 20 هزار شده. خانم کرایی. خانم کرایی. آه لا لا خانم کرایی است. خانه کرایی زم سر چلستون 2000 یک دو تا قاک گرفتیم. یک 5 سال میشه که کرا میتیم ده خانم. یک 3 4 سال است که میرک شاکم کراست. پیسه دو برابر شد، سه برابر شد، کرا دادیم ایش. دیرکشا ارزش داره؟ دیرکشا یک 60-70 هزار ارزش داره یک دانش. باشه. کونه از دیگه خواهی 30 هزار ارزش بالا نداره. آجان. همه قدر برابر نشده که 30 هزار پیدا کنی یک رکشا بخری. آه والا راست میگی. آه واقعا. همیشه میجه هستی؟ همیشه ما دینه میل این هستم. آه همیشه. یک 15 سال میشه که در میل این کار میکنم. چند رپا میگیری کرا؟ کرا 5 رپا. یک نفره. از اینجا تا دیدانا. باز میشه خدا مهربان ما پیشتر راز کردم برات پیسه مون نانمان میبره کرای خانم پس مون هستیم کرای رکشا من کار همی سرک تکمیل شد چقدر خوب شد کار همی سرک تکمیل شد فهمید به ادار قند نمی تو که بودیجا باشه شرکت ها فعال باشه ما دا کار باشیم فهمید به ادار قند دیگه فهمید سات موتر می باشه بعد 400 تا کبت امروز مرا همین مردم که دای کوشا کار میکنن روز 4500 رپا 14-15 هزار روپا ماخر میشه میگیره اونمو هم آردش میشه هم روغنش میشه هم کرای خانهش میشه دیگه کاش کنم اون رقم زمینه مساعد شد و که ما فهمیده اون رقم دست بکار باشیم ولی اگه ما سر جلوازی بالا شد بیا خدا مهربان است بشکت بشک پروژه ها بیشتر شد و همچنان فابریکه های بسیار کلان کلان جور شد که وطندار های ما از نایی کار دیگه شکایت نداشتم آی قربانت راست میگه واقعیت است ما هم یه آرزو را داریم یک کار بنیادی شد قلب خدا یک کار بنیادی شد و که این مردم سرگرم کار روزگار شد دیگه بیادر این نمیده که فهمیدی همه چیز است برازیل خود چرا سابق همه قدر بازسازی نمیشه دابادی نمیشه خود دیگه این حالا سابق فهمیدی دیگه یک شرایط بود یک دولت بود حالا دیگه دولت است فهمیدی خود دیگه شرایطش این حالا به خودت بهتر معلوم است فهمیدی یک دولت شاید در جیب خود بزنه یک دولت شاید در مملکت خود مصرف کنه بازار قان فهمیدی بودیجه جور کنه اینم یارا کلش خراب کرده بودن پس اثر آباد کردن جور کردن نیالا کارا کلش شاندن ما دولت شکر گزار هستیم خوش هستیم از دولت یک مصرف شده ما خوش هستیم که یک ذره کمی بیکاری است
خدا مهربان است. به شکت. چه خدمت. شاش باشه کتیما. خدا جان نگهدارتان. هموطنان مهربان قسمی که شما مشاهده میکنین در کنار ما پرسنل شهروالی کابل مربوط نایه هفتم است. ما واقعا از یا قلبا سپاسگزاری میکنم. واقعا یا شب و روز تلاش میکنه. انشاءالله که وطندارای ما همراه شهروالی کابل همکاری کنه. وقتی که ما شما شعار میتیم که شهر ما خانه ما در قسمت شهر خود مسئولیت پذیر باشیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. سینگه شکر پذیر خدای تسکی هستی. میشه خدا معرفی کنی نامتون چی است؟ چی میکردین اینجا؟ نوم محمد امید دی لوګر ولایت ما دلتا پاکاری لپاره غلی ودی سرک. مربوط نایه هفتم هستی؟ نه وو دی و می نه مربوطی. ما قلبا از شما سپاسگزاری میکنم. واقعا شما زحمت میکشین، تلاش میکنین که این منطقه زحمت شماست که پاک است. خیر و سیل تاسو نه یو جان مننه. موږ هم دی تاسو په خدمت کې او دی خلکو په خدمت کې چلی رسات لګیو. او وطن پاکو. چند بجه میان در کار با چند بجه رخصت میشین؟ اته بجه رازو او دونیمی بجه بیالده جن حرکت که تردری و بجه پوری بیتر نهی پوری زن نسو وزاری تا. وطن دارای ما همکاری میکنم برای شما یانه؟ انشالله بعضی خلق ستاسی اغا کسافات روری اما خپل دولی پوری او بعضی خلق بیالدیر اغا خلق دی اغا ارج کسی واچه ول اغای چی خو دیرای خلق کمک کهی او دیرای نکهی. مسئولیت شما تا کنم قسمت هست؟ نهی ننیولی در ترپور تا در طور ساحه دی منگه در چوستون دیدانه در ساحه دی منگه دو. اما روز کار شما میز دیگم؟ ها پاکاری هست؟ پاکاری هست. باز رئیس نایا چگون هست برخوردش همراه شما؟ بیخی خدا امشالله من سرخه گزارم کهی او خپل کار منگم که آقا امشالله که گزاره را سرکی. چقدر افتخار میکنه که با وطن خود کار میکنه؟ دیر زیاد افتخار کما پا دی بانده دیر افتخار کما سی خپل وطن پاکو ما خپل وطنوال لپار ساحه پاکو ما پارک ورته پاکو ما سرک ورته پاکو ما کور مخه ورته پاکو ما بیالی ورته پاکو ما ایده دی ما لپار دیر غط افتخار جایده. این ای سرک کارش تکمیل شد چقدر خوب شد؟ بیخی زیاد بیر خسو او انشالله نور بم جوړیږي که دی الله خوښه. حال ماشاءالله پاک است، پاک صفا. متاسفانه که وطندارای ما باز همراه شما همکاری نمیکنه. او همکاری که شما میخواین و قدر همکاری نمیکنه. چی پیام داری بابا؟ لغو خلکو تا دوغمره پیام که او سی هر جی که دی شروالی اغو ورته ایخی دی اخپل کسافات سی کم دکان نراوری یا لکور راوری داغ همکاری دی لمنگ سرو که سی اغا پا اخپل جای واچی سی منگ هم دیر بازاب نکی او دا جای هم خراب نه سی گلان ایخی دی چه من ایخی دا هر چه ورته اماده دی آلتا باید دا کسافات وانه چی او پا اخپل جای واچی خوشحال واسی زنده دی. هموطنان مهربان قسمی که شما مشاهده کردین نظرات وطندارای خودم گرفتیم. ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم. این بود داشتین برنامه تا برنامه دیگر تا دیدار دیگر شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. شب و روزتان خوش. الان ادار شما.